به نام خداوند مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. با نقل از فیسبوک بشیر احمد قاسمی، نیروهای امنیتی صبح امروز در یک عملیات پیچیده 13 داعشی خطرناک را از منطقه 315 خیرخانه بازداشت کردند. بر بنیاد گزارش ها 10 تن این افراد شهروندان چین هستند. دستگیری 10 چینایی به اتهام توریستی در کابل. نیروهای امنیتی افغانستان از شهر کابل 10 شهروند چین را به اتهام کارهای توریستی دستگیر کرده است. به گزارش سپوتنیک به نقل از پژواک، دو منبع امنیتی در کابل میگویند که 10 شهروند چین از سوی نیروهای ویژه امنیتی ملی به اتهام کارهای توریستی دستگیر گردیدند. یک منبع امنیتی میگوید که نخست یک چینایی را از ساحه حوزه سیوم امنیتی منطقه کارته 4 دستگیر کردند. این منبع افزوده است که پس از آن 9 چینایی دیگر را از منطقه های گوناگون شهر کابل دستگیر کردند. در امین حال روزنامه سرخط به نقل از برخ منابع امنیتی نوشته است که آمادگی برای عملیات به خاطر دستگیری این چینایان در 10 دسامبر گرفته شده بود. در این گزارش آمده است که چند روز پیش امنیت ملی افغانستان در منطقه کارته 4 بر بلاک های عسکری عملیات انجام دادند که در نتیجه یک نفر را دستگیر کردند. بر پایه گزارش این منبع، از جای اقامت این شهروند چین یک مقدار جنگ‌افزار و دیگر مواد انفجاری به دست آمده است. بر پایه داده های این گزارش، این شهروند چین به نام لی یانگ با شبکه حقانی با میانجیگری پاکستان پیوند برقرار کرده و برای این شبکه کار میکرد. روزنامه سرخط گزارش داده است که امنیت ملی همچنان در یک عملیات دیگر در منطقه شیرپور یک چینایی زن دیگر به نام شاهونگ دستگیر کرده است. در ادامه آمده است که در یک عملیات دیگر نیروهای امنیتی یک تایلندی با 8 چینایی دستگیر شده است. از طرف دیگر یک رسانه هندی خبر می‌دهد که درباره دستگیری چینایی ها به اشرف غنی معلومات داده شده است و او بازپرسی این چینایان را به امرالله صالح معاون نخست خود سپرده است. این رسانه های هندی گزارش داده است که امرالله صالح پس از بازرسی این چینایی ها با سفیر چین در کابل دیدار و این موضوع را همگانی کرده است. امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری تا اکنون درباره دستگیری چینایی ها چیزی نگفته است، اما صالح عرازگاه با سفیر چین و سفیران کشورهای دیگر دیدار می کند. حکومت چین تا اکنون در این باره به طور رسمی دیدگاهش را بیان نکرده است. به نقل از افاق، ارتش امریکا همچنان نگران اعلام حکومت نظامی توسط ترامپ است. نشریه نیوزویک امریکا در گزارش از احتمال اعلام حکومت نظامی توسط ترامپ در واپسین روزهای حضورش در کاخ سفید به منظور حفظ قدرت خبر داد. پایگاه نشریه نیوزویک امریکا نوشته از رهبران ارتش امریکا نگران اقدام احتمالی دونالد ترامپ در روزهای باقی مانده از ریاست جمهوریش، از جمله احتمال اعلام حکومت نظامی از سوی وی هستند و درباره چنین سناریوی به بحث پرداختند. طبق گزارش این نشریه، رهبران نظامی پنتاگون و حوزه واشنگتن در امریکا در وضعیت هشدار قرمز قرار داشته و نگران اقدامات احتمالی دونالد ترامپ در روزهای باقی مانده از ریاست جمهوریش هستند. طبق گفته های یک افسر به نیوزویک که نامش را فاش نکرد، این برنامه ریزی از چشم کاخ سفید و وفاداران به ترامپ در پنتاگون از ترس این که توسط آنها تعطیل شود دور نگه داشته شده است. یک افسر بازنشسته که همکنون به عنوان مقاطع کار نظامی در ارائه مشاوره به رهبران ارشد ارتش می پردازد اظهار کرد: من برای 40 سال است که با ارتش سر و کار داشتم و هرگز شاهد بحث هایی که همکنون انجام می شوند و لزوم انجام چنین بحث هایی نبودم. یک قاضی بازنشسته امریکایی گفت همکنون رئیس جمهور امریکا به خاطر همگیری کرونا ویروس عملا از اختیارات بی سابقه مرتبط با وضعیت اضطراری برخوردار است، اختیاراتی که ممکن است به ویژه در صورت توجه او به صحبت‌های برخی از حامیانش او را به این نتیجه برسانند که قدرت‌های نامحدود داشته و فراتر از قانون است. و همچنان به نقل از اشت صبح، مردم را ناامید نکنید. بیش از 1.5 ماه می شود که ترورهای زنجیره‌ای در ولایات مختلف کشور آغاز شده است.
هدف اصلی این ترورها خبرنگاران، فعالان مدنی و چهره های مطرح رسانه‌ای است. با این وضع دولت تا اکنون برنامه مناسبی برای مهار این ترورها ارائه نکرده است. ادامه ترورها از یک طرف و ضعف دولت در مهار آن از طرف دیگر تصویر ناامید کننده ای از آینده به دست می دهد. فعالان مدنی و رسانه‌ای این روزها خواب آرام ندارند و تصور می کنند که بیش از هر زمان دیگر به مرگ نزدیکتر شدند. متاسفانه تقبیه جهانی این ترورها هم تا اکنون اثری بر تصمیم باندهای ترور و حامیان این باندها نداشته است. واکنش دولت در برابر ترور فعالان مدنی و رسانه‌ای غیر مسئولانه و کلیشه‌ای است. دولت در برابر هر رویداد فقط اعلامیه می نویسد و آن را تقبیه می کند. به باور دولت این ترورها کار دشمنان صلح افغانستان است. دولت می گوید که هدف این ترورها ایجاد فاصله بین مردم و دولت است. چیز تازه در موزی گیری دولت در برابر این ترورها به چشم نمی خورد. این برخورد سبک سرانه با پدیده ترور برای بعض از چهره های سیاسی فرصت داده است تا از هر رویداد به نفع خود بهره برداری کنند. به تازگی بعض از چهره های سیاسی اعلام کردند که اگر دولت قادر به تامین امنیت جان مردم نیست اجازه بدهد که آنها رسماً وارد صحنه شوند. کم نیستند چهره های سیاسی دیگری که برای سودجویی از این وضعیت در صف ایستادند. هدف آنها از این اعلام چیز جز استفاده سیاسی از وضعیت آشفته کنونی نیست. باجگیری چهره های سیاسی از این وضعیت سطح وفاداری مردم نسبت به دولت را پایین خواهد آورد. در مقابل میزان وفاداری مردم نسبت به این چهره ها را بلند خواهد برد. در فرجام مردم به جای مراجعه به دولت به کانون های سیاسی بیرون از آن روی خواهند آورد. این کار در دراز مدت مرگ ناخواسته نهادها به نام دولت را به همراه خواهد داشت. تردیدی نیست که هدف از ترور فعالان مدنی و رسانه‌ای گسترش بدبینی مردم نسبت به دولت است. این هدف همیشگی دشمن بوده است و در آینده هم خواهد بود. دولت اما مسئولیت دارد اجازه ندهد که چنین فاصله ای ایجاد شود. برای همین است که انتظار می رود برنامه ها و اقدامات دولت باید فراتر از تخبیه و نیکوهش این رویدادها باشد. این کار در توان هر کسی و هر زمانی غیر از دولت نیز است. دولت نمیتواند تنها با صدور اعلامیه و معرفی خواهی و اشاره به هدف دشمن رفع مسئولیت کند. توقع عمومی آن است که باندهای ترور شناسایی و به پنجه قانون سپرده شوند. این مسئولیت اصلی دولت است. دوستان عزیز، از اینکه تا آخر ویدیو با ما بودید جهان سپاس. ویدیوهای ما را کامنت، لایک و سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی بعد، الله نگهدار.